چت روم رو هم لطفا باز کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت رفقای نازنینم، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. من علی فروغینیا هستم و این قاب متعلق به کلاسینو و هدف، بزرگترین و معتبرترین نام های آموزش آنلاین و حضوری. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم. سلام 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 سلام. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. ممنونم عرفان جانم، خیلی خوش آمدید رفقای نازنین. امیدوارم که ان شاء الله هر آنچه که خوبه براتون اتفاق افتاده باشه. جمعه با هم دیگه هم کلام شدیم، یه جمع‌بندی روی ترم یک دین و زندگی سال 12 داشتیم و امروز اومدیم در ادامه مباحثمون بریم سراغ گام دوم، پرقدرت، درست حسابی و باحال، ترم دوی دین و زندگی سال 12 رو با هم دیگه کار بکنیم. قربونتون برم، آماده برای یک روز پر انرژی و درست و باحال. خیلی خوب، همه بچه ها لطفا یه سلامی، یه علیکی، یه حال خوبی. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. علی رضا جان سلام، مبینا سلام، آینا سلام، محمد علی سلام، نادیا سلام، سینا سلام، همه رفقا، همه رفقا ماشاءالله اینقدر پشت سر هم میاد که من نمیتونم همه اسامی رو بخونم، ولی همه اسامی رو میبینم و به خاطر میسپرم. امیر رضا قانع نازنین. خب رفقای نازنینم چه خبره؟ اوضاع چطوره؟ احوال چطوره؟ همه چیز خوبه؟ دنبال میکنید فضا رو؟ بله، بسیار عالی. نه سرما نخوردم راستش، یه خورده که به قول معروف زیاد فکر کنم بیش از حد گنجایش هنجرم داد زدم، یه خورده صدام خشی شده، وگرنه بعد دیروزم دربی بود، اونجا هم فکر کنم بیش از حد دیگه این کارو کردم، خشه مونده. آره ولی نه فکر نمی کنم سرما خورده باشم. اوکی اوکی اوکیم، قربونتون برم. من ممنونم، مرسی مرسی مرسی. خب من همین الان یه نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید رفقای نازنین، ترم یک سال 12 و ترم دوی سال 12 یک تفاوت فاحشی بینش وجود داره، اونم اینه که ترم دوی سال 12 شما باید 15 نمره ازش در امتحان ترم دوتون بنویسید. لذا فاصله گرفتن ما از کتاب درسی در ترم دوی سال 12 تحت هیچ شرایطی مصلحت نیست. بذار تو همه مراکز من ترم دو رو از روی کتاب درسی میدم، البته جزوش رو هم میدم، ولی پیشنهادم اینه که بچه ها رو جزوه نخونن، چون جزوه و کتاب درسی با همدیگه فرقی نداره و ما برای ترم دو نیازمند کتاب درسی هستیم که بتونیم این مختصات کتاب درسی رو به خاطر بسپریم. چون من به شما قول داده بودم علاوه بر اینکه ایشالله دینی صد ولا غیر رو با هم دیگه باید هجی بندی بکنیم، علاوه بر اون برای بچه هایی که فارغ التحصیل نیستن ترم دوی سال 12 رو هم باید نمره 20 دشت بکنیم. لذا با این دو سیاستی که بهتون گفتم ترم دوی سال 12 درس 7, 8, 9, 10 و البته برای بچه های رشته انسانی دروس تخصصیشون رو از روی کتاب درسی با هم دیگه میریم جلو و امیدوارم هستم که اتفاقهای خوب بیفته. فقط بچه هایی که الان کتاب درسیشون رو ندارن میتونن از روی کتاب کمک آموزشیشون دنبال بکنن. اگر احیانا در بین ما بچه هایی هستن که فارغ التحصیل هستن، از روی کتاب کمک آموزشیشون میتونن بحث رو با ما دنبال بکنن. لذا رفقای نازنینم حواستون باشه، 1 دقیقه تا من درصد بچه ها رو میپرسم شما زمان دارید که کتاب درسیتون رو با خودتون بیارید و بعد با همدیگه پرقدرت، پر انرژی، درست حسابی بریم که ایشالله هم برای 100 دینی کنکور آماده بشیم و هم برای 20 امتحان نهایی. دمتون گرم، مرسی مرسی مرسی. حالا درصداتون رو بنویسید ببینم. به به، مبینا آخرین آزمونی که داده قلمچی رو 100 زده،
محمد جواد حاج حسینی 86 زده. اینا برای آخرین آزمونشونه. عرفان آزمون مشاورش رو 70 زده. یزدان 100 زده. ابوالفضل آزمون مشاور رو نمیدونم فکر کنم 90 بود یا 100 رفت ندیدم. علی جعفری آخرین آزمون قلمچی رو 100 زده. محمد آزمون ماز رو 80 زده. معصوم زاده آخرین آزمون قلمچیش رو 87 زده. فاطمه پاسدار آخرین آزمون رو 58 زده. هیچ عیبی نداره. تو هم قطعا در واقع میتونی به اون درصدهای ایدئال برسی عزیز دلم. عرفان نیک پایان 80 زده. کوثر آخرین قلمچی رو 90 زده. نسیم محمدی 90 زده. آیناز آخرین سنجش رو 96 زده. محسا گزینه دو رو 93 زده. هانیه آزمون مشاور رو 90 زده. هستی آزمون قلمچی رو 100 زده. عرفان آخرین آزمون فورتیک رو 96 زده. هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. بدون اغراق میگم انرژی طول کلاس رو من از این درصدای درست حسابی و باحال و خفن شماها میگیرن. یه سلامی هم خدمت بچه های خوب آموزشگاه هدف میکنم که الان به جمع ما اضافه شدن به خاطر مشکل فنی که وجود داشت در پلتفرمشون. من فقط بگم که دین و زندگی سال 12 رو ما از رو کتاب درسی کار میکنیم ترم 2 به خاطر اینکه بچه ها به موازات اینکه برای کنکور آماده میشن برای امتحان نهاییشون هم آماده بشن. خیلی خوب عزیزای من، همه بچه ها که سه رنگ خودکار دستشونه، رنگ کلیدواژه، رنگ معمولی، رنگ علت و معلول، کتاب هم باز جلوشونه، لطفاً یه اوکی برای من بنویسن. این اوکی معنیش اینه که ما کار رو با هم دیگه میتونیم که شروع بکنیم. بدو عزیز دل من، همه بچه ها یه اوکی درست حسابی و باحال بریم ببینیم چه خبره. به به، ماشالله بهتون عزیزای دل من. خیلی خوب، بیاین اینجا ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. خب آقا اسم درس چیه؟ اسم درس هستش بازگشت. با رنگ معمولیتون سمت چپ این بازگشت یادداشت بفرمایید توبه. بله آقا، ما تو درس 7 میخواییم با همدیگه در باب توبه کردن صحبت کنیم. یعنی این بازگشت به معنای بازگشت به سمت خدا رجع معاد نیست، به معنای تابعه، به معنای توبه کردنه. بله بیاین بالای صفحه، بالای صفحه با رنگ معمولیتون یادداشت بفرمایید توبه و دو شاخش بکنید. توبه و دو شاخش بکنید. تو شاخه اول یادداشت بفرمایید توبه انسان و تو شاخه دوم یادداشت بفرمایید توبه خدا. حتما الان که دارید می نویسید تعجب کردید که آقا مگه خدا هم توبه می کنه؟ بله خدا هم توبه می کنه. همون جوری که انسان توبه میکنه در نتیجهش خدا هم توبه میکنه. جلوی توبه انسان یادداشت بفرمایید بازگشت، چون اصلا گفتیم توبه در لغت یعنی بازگشت دیگه، اسم درس همین بود. یادداشت کنید بازگشت از گناه به فرمان برداری از خداوند. بله آقا وقتی میگیم انسان توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی انسانی که تا به امروز گناه میکرده تصمیم میگیره که از خدا فرمان برداری بکنه. انسانی که تا الان گناه میکرده تصمیم میگیره که از خدا اطاعت بکنه. پس توبه انسان در یک کلام یعنی فرمان برداری. اما توبه خدا یعنی چی؟ توبه خدا یعنی بازگشت از مجازات
به آمرزش و کفران. یعنی خدایی که میخواسته ما رو به قول معروف مجازات بکنه، وقتی میبینه ما توبه کردیم، خدا هم توبه میکنه و دیگه ما رو مجازات نمیکنه و ما رو دیگه میبخشه. پس توبه خدا در یک کلام یعنی آمرزش، یعنی غفران. پس رفقای نازنین، ما دو تا توبه داریم. یه وقت دست میگه انسان توبه میکنه، یعنی دیگه میخواد گناه نکنه. یه وقت دست میگه خدا توبه میکنه، یعنی دیگه نمیخواد ما رو مجازات کنه، میخواد ما رو ببخشه. چرا؟ آخه ما توبه کردیم. پس رنگ علت و معلولت رو بردار، جلوی توبه انسان یادداشت کن علت، و توبه خدا رو یادداشت کن معلول. بله، اگر شما توبه کنی، خدا در نتیجهش توبه میکنه. بیا زیر این آکولاد یادداشت کن، بنویس توبه انسان، جلوش یه فلش یعنی نتیجه میدهد، توبه خداوند. بله، اگر شما توبه کنی، در نتیجهش خدا توبه میکنه. حالا دوباره جلوش یه فلش، آقا وقتی خدا توبه کنه چی میشه؟ یادداشت کن رحمت، یادداشت کن آرامش. وقتی خدا توبه کنه، وقتی خدا ما رو بیامرزه، حاصلش میشه باز شدن درهای رحمت به سمت ما، حاصلش میشه رسیدن ما به آرامش. این میشه رفقای نازنینم معنای توبه. پس تکرار میکنم، توبه در لغت یعنی بازگشت، در دو معنا به کار میره. یه وقت از انسان توبه میکنه، یه وقت از خدا توبه میکنه. اگر انسان توبه کنه، یعنی دیگه گناه نمیخواد بکنه. اگر خدا توبه کنه، یعنی میخواد ما رو ببخشه. پس توبه انسان در نتیجهش میشه توبه خدا. حالا وقتی توبه خدا اتفاق بیفته، حاصلش میشه رحمت و آرامش. خیلی خوب، یه زحمت بکش لطفاً، برو سه صفحه جلوتر، بالای صفحه نوشته حقیقت توبه. خط اولش رو نگاه کن، میگه توبه در لغت به معنای جای خالی است. با رنگ معمولی خط بکش بازگشت. و در اصطلاح دینی به معنای جای خالی است. با رنگ معمولی خط بکش بازگشت از گناه به سمت خدا. حالا گفتیم اگر انسان توبه کنه، حاصلش چیه؟ خدا توبه میکنه. خط بعدو نگاه کن، و قرار گرفتن در دامان عفو و غفران. با رنگ علت و معلولت زیر قرار گرفتن در دامن عفو و غفران یه خط بکش. آهان، سمت راستش یادداشت کن توبه خدا. توبه خدا تو پرانتز نتیجه توبه انسان. توبه خدا تو پرانتز نتیجه توبه انسان. پس رفقای نازنین، برخلاف این که 99% رقباتون فکر میکنن، خط دوم ادامه تعریف توبه نیست، بلکه نتیجه توبه است. یعنی اگر انسان توبه کنه، یعنی اگر انسان از خدا فرمان برداری کنه، حاصلش میشه غفران، حاصلش میشه اینکه خدا هم توبه خواهد کرد. پس اون غفران خود توبه انسان نیست، نتیجه توبه انسانه. اینو یادت باشه. یه ریزکاری خیلی خوشگل داره که اگه بلد باشی، یه سر و گردن از رقباتون بالاترید. پس یه بار دیگه بالای صفحه همون رابطه پیکانی رو یادداشت کن، بنویس توبه انسان تو پرانتز فرمان برداری، توبه انسان تو پرانتز فرمان برداری نتیجه می دهد
توبه خداوند تو پرانتز آمرزش. بله آقا، توبه انسان تو پرانتز فرمان برداری نتیجه میدهد توبه خدا تو پرانتز آمرزش. خیلی خوب، تو قدم اول از این درس ما راجع به معنای توبه با همدیگه گپ زدیم. خیلی خوب، حالا همون صفحه اول درس رو بیار و کلام خداوند به حضرت داوود رو با همدیگه میخواییم رصد بکنیم. رنگ معمولی دستت باشه، زیر حضرت داوود یه خط بکش. خب، ای داوود، اگر آنان که از من روی گردانده اند، با رنگ معمولیت زیر از من روی گردانده اند یه خط بکش، بنویس گناه کاران. آره دیگه، اونهایی که از خدا روی گردوندن یعنی کیا؟ یعنی گناهکاران دیگه. هان می دانستن که چگونه انتظارشون رو می کشم. خب من یه سوال دارم، انتظار چیشون رو می کشم؟ ادامش گفته شوق بازگشتشون رو دارم. خب آقا، زیر بازگشت یه خط بکش. من به شما گفتم بازگشت یعنی توبه. بله، یعنی خداوند انتظار چیه ما رو میکشه؟ خداوند شوق چیه ما رو داره؟ شوق اینو داره که ما پشیمون بشیم برگردیم سمتش. شوق این رو داره که ما به فکر فرو بریم و بگیم آقا چه اشتباهی کردیم و دیگه اون اشتباهمون رو تکرار نکنیم. میگه ای داوود، اگر مردم بدونن که من چقدر دوست دارم که اونا توبه کنن، از شوق اومدن به سمت من جان میدادن، بند بند وجودشون از محبت من از هم میگسست. زیر محبت من یه خط بکش. خلاصه کلام رفقای نازنین، میدونید چه نگاه قشنگیو داره این کلام به ما منتقل میکنه؟ ها، یه نگاه عجیب غریب. اینکه شما یه کار زشتی انجام میدی پشیمون میشی، خود این پشیمونی هدیه خدا به شماست. تا حالا این مدلی بهش فکر کردید؟ خود اینکه شما بعد از انجام یه کار بد پشیمون میشی، خود این پشیمونی هدیه است. چرا خدا این هدیه رو داده؟ چون دوستمون داره، دوست داره پناهگاهمون اون باشه. دوست نداره به هر کسی تکیه کنیم، دوست داره تکیه گاهمون اون باشه. برای همین وقتی ما یه کار زشتی انجام میدیم به ما هدیه میده. خیلی حرفه ها، شما هیچ کسی رو پیدا نمی کنی که وقتی ناراحتش کنی بهت هدیه بده. تنها کسی که وقتی ناراحتش می کنی بهت هدیه میده خداست. هدیه چیه؟ پشیمون شدن. شما از کاری که انجام دادی پشیمون میشی. همون سنت سبقت رحمت بر غضب، درس 6، همون دقیقا. حالا از اونجا به بعد بحث اختیار شما پیش میاد، اما شاکرن اما کفورن. شما میتونی شکرگزار باشی، شما میتونی از اون هدیه استفاده بکنی، بر مبنای قدرت اختیار خودت از اون هدیه در جهت توبه کردن و اصلاح شدن استفاده کنی، میتونی از اون هدیه استفاده بکنی در جهت گناه بیشتر، یعنی در رو بر روی پشیمانیت ببندی و شروع کنی به گناه بیشتر که میری مشمول سنت املا و استدراج قرار میگیری. میبینی؟ یعنی خدا اون موقع بهش بر میخوره. زمانی که با وجود اینکه از دست ناراحت بود برات هدیه رو فرستاد، پشیمونیه رو برات فرستاد، ولی باز هم تو لبیک نگفتی. این کلام در واقع همونو داره میگه. حواست باشه. برگردیم سراغ کنکورمون. زیر شوق یه خط بکشید. رفقای نازنین، میگه از شوق آمدن به سمت من. اینو معمولا جا خالی میدن، زیرش بنویسید خوف، روش یه زبدر بزنید. آقا از چیه اومدن به سمت من؟ از شوق اومدن به سمت من. بله، از خوف نه، از شوق اومدن به سمت من. این معمولا یه تردیدیه که در کنکور برای شما به وجود میارن.
خیلی خوب. فقط از عربی این کلام هم که در پاورقیه غافل نشیدا، کیف انتظاری لهم، چجوری انتظارشون رو میکشن، و شوقی علی توبتهم، و شوق من برای بازگشت. دور توبتهم یه دایره بکش. گفتیم دیگه معنای لغوی توبه کردن چیه؟ بازگشته. بله، بازگشته به خداوند، بازگشته به اطاعت خداوند. خیلی خوب. پس خلاصه کلام، تا اینجا یک کلام ما راجع به معنای توبه با هم دیگه گپ زدیم. تکرار میکنیم، آقا توبه یعنی بازگشت. توبه دو تا کاربرد داره، توبه انسان علت، توبه خدا معلول. ما باید توبه کنیم، یعنی بازگشت از گناه به فرمانبرداری، تا خدا توبه کنه، یعنی بازگشت از مجازات به آمرزش. اگر ما توبه کنیم، خدا توبه میکنه. پس توبه خدا نتیجه توبه انسانه. این شد اولین قسمتی که دلم میخواست با همدیگه کار بکنیم. خیلی عالی. بفرمایید صفحه بعد، عبد یا آزاد. رفقای نازنین، تا اینجا درست حسابی یاد گرفتید؟ بله. تا اینجا اوکی شد؟ حال خوب؟ همه چی اوکیه؟ درس به دلتون نشسته؟ به به، ماشالله بهتون، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. به به، ماشالله به این کامنت های مثبت. چه حال خوبی، چه انرژی مثبتی، چه روحیه ای از آدم از شما میگیره. به به، افتخار منه مبینا جان، افتخار منه که در کنار شما هستم. خیلی خوب، الحمدلله. بریم صفحه بعد. آقا بیا راجع به دومین موضوع این درس با هم دیگه گپ بزنیم، یه داستان با عنوان عبد یا آزاد. خیلی اهمیتی نداره، نه برای کنکور نه برای امتحان نهایی. من فقط توضیحش رو میگم. فقط تو این پاراگراف آخرش سه تا جمله است که دلم میخواد بلد باشید، همین، وگرنه خیلی جای مهمی نیستش. خب میگن بشر بن حارث، در واقع صدای مهمونی گرفتن و این مدل چیزا خونش می اومده، همون موقع خدمتکارش میاد پایین، امام موسی کاظم داشته رد می شده. امام موسی کاظم رد میشه، خدمتکار رو صدا میکنه، میگه آقا این خونه که این صدا داره ازش میاد برای یک عبد یا برای یک آزاده؟ خدمتکار میگه خب معلومه برای یک آزاده دیگه، عبد که همچین خونه ای نمیتونه داشته باشه، برده که همچین خونه ای نمیتونه داشته باشه، قطعا برای یک آدم آزاده. امام کاظم هم در جواب یه جمله خیلی درست حسابی بهشون میگن، میگن آهان معلومه دیگه، معلومه که آزاده، چون اگر بنده بود که بندگی میکرده، اگر بنده بود که حرمت صاحب خودش، حرمت خداوندو که نیگر می داشته. پس کسی که داره این کارا رو می کنه معلومه که کلن آزاده. میره و خدمتکار میره بالا و این پیام رو به بشر میرسونه و اون بعد از شنیدن این خبر به خودش میاد و توبه میکنه و در واقع یه گذری میکنه در شخصیتش که تا اون روز در زمره عیاشان بوده، میاد در زمره پرهیزگاران قرار میگیره. یه دیالوگ خیلی جذاب هست، اتفاقا تو کلاس قبلی هم داشتم به بچه ها میگفتم، توی یک سریالی که به تازگی تموم شد، اینکه در هر برهه ای از تاریخ شما یکی رو پیدا میکنی که از صد منفی به صد مثبت رسیده و امکان نداره تو برهه ای از زمان به قول معروف شما برید سراغ تاریخ و همچین کسی رو پیدا نکنید. بشر بن حارث هم یکی از همون آدم هاست، یکی از همون کساییه که از زمره عیاشان به زمره پرهیزکاران در اومده. هم اسم بشر بن حارث اینجا برام مهمه که بلد باشید، و همین که نزد کدوم پیشوای دینی توبه کرد برام مهمه، امام موسی کاظم، و جملهشون هم که به خاطر داشته باشید. خیلی خوب، بریم بعدی. انقلاب علیه خود، جلوش یادداشت بفرمایید، توبه.
بچه ها ما راجع به معنای توبه با همدیگه گپ زدیم، حالا بیایم راجع به مفهوم توبه هم با همدیگه گپ بزنیم. میگن وقتی آدم توبه میکنه یه انقلابی در درونش به وجود میاد، یک قسمتی از وجودش بر علیه یک قسمت دیگه ای از وجودش قیام میکنه. من تو درس 2 دین و زندگی سال 10 خدمت شما عرض کردم که آقا انسان دو نفس داره، خاطرتون هست؟ یکی نفس لوامه و یکی هم نفس اماره. دقیقا آقا به نفس لوامه توی دینی سال 11 چی میگن؟ میگن خود عالی. به نفس اماره چی میگن؟ میگن خود دانی. اینا مترادف هم دیگن. حالا وقتی شما توبه میکنی، در واقع اون جنبه مثبت وجودیت قیام کرده علیه اون جنبه منفی وجودیت، در واقع خود عالیت قیام کرده علیه خود دانیت، و این مفهوم توبه است. یعنی نفس لوامه در این فرایند همون انقلاب کننده است. بله، شما یه لحظه صفحه بعد رو نگاه بکنید. انقدر این برای کتابتون مهمه که اومده سوالشو پرسیده، گفته مقصود از انقلاب علیه خود چیست؟ کدوم خود علیه دیگری انقلاب میکنه؟ زیرش یادداشت کنید: توبه دو نقطه، توبه دو نقطه، انقلاب نفس لوامه علیه نفس اماره. انقلاب نفس لوامه علیه نفس اماره. پس اون جنبه مثبت وجودی شما علیه اون جنبه منفی قیام میکنه، و این فرایند رو میگن انقلاب علیه خود، چیزی که در کتابتون اومده در قالب 2.5 براتون گفته. فقط پایان این 2.5 رو نگاه کن، میگه به این معنا که انسان میتواند با پیروی از عقل علیه تمایلات ناپسند خود قیام کند و انقلاب نماید. یه نکته خیلی تراز اول وجود داره اینجاها. ببین اینجا داره میگه با پیروی از عقل علیه نفس اماره خودش انقلاب بکنه. آقا این انقلاب توسط کی انجام میشه؟ توسط نفس لوامه انجام میشه. آره، ولی با پیروی از چی؟ با پیروی از عقل. خیلی نکته مهمیه ها، یعنی به به از این نکته، به به از این نکته، به به از این نکته. انقلاب کننده نفس لوامه است ولی با پیروی از عقل. به به از این نکته. اونی که بالمباشرت پشت اون ماشین نشسته اون نفس لوامه است، اما با لیدری عقل. خیلی حواستون باشه. به به از این نکته، به به از این نکته. پس اینو خیلی دقت کنید. اگر گفت با پیروی از چی، میگید با پیروی از عقل، ولی اگر گفت توسط چی، میگید توسط نفس لوامه. خیلی خوب، حالا بفرمایید صفحه بعد. حقیقت توبه رو که با هم دیگه گپ زده بودیم، میدونستیم توبه در لغت به معنای بازگشته، حالا میخوایم بریم سراغ یک مفهوم دیگه. سوال: بچه ها توبه کی رخ میده؟ الان میخوام راجع به این باهاتون گپ بزنم. اصلا توبه کی رخ میده؟ آقا ما گفتیم توبه یعنی بازگشت، گفتیم توبه دوتا کار کرد داره، گفتیم توبه هم توبه انسان داریم هم توبه خدا داریم، گفتیم توبه خدا یعنی آمرزش، گفتیم توبه یعنی انقلاب نفس لوامه با رهبریت عقل بر علیه نفس اماره. خیلی خوب، حالا سوال: من میخوام توبه کنم، چی کار باید بکنم؟ یعنی یه جورایی میخوایم با همدیگه گپ بزنیم در باب
مراحل توبه. آره آقا، توبه چه زمانی رخ میده؟ خیلی خوب، برگرد همون صفحه اول. میخوام تقریبا دو سه صفحه از کتاب رو یه خلاصه درست حسابی بهتون بگم که یادگار بمونه از من برای شما. بنویسید مراحل توبه. آها، مراحل توبه. بله، یا کلاد باز بفرمایید برای دو تا جمله. بله، تو جمله اول بنویسید مراحل اصلی و تو جمله دوم بنویسید مراحل تکمیلی. مراحل اصلی و مراحل تکمیلی. دوباره میخوام تکمیلی رو بنویسم، نمیتونم. مراحل اصلی و مراحل تکمیلی. بله، حالا خود مراحل اصلی رو دو قسمت کنید، خود مراحل تکمیلی هم دو قسمتش کنید. هر کدوم از اینها خودش دو قسمته. برای مراحل اصلی اولی رو یادداشت کنید، پشیمونی. بله، و دومی رو یادداشت کنید، عدم تکرار. بله آقا، کسی که میخواد توبه بکنه در قدم اول باید پشیمون بشه. آره، و باید تصمیم بگیره که دیگه تکرار نکنه. آره، اگر این دوتا کار رو انجام بده توبه رخ داده. بله، شما یه لحظه برو همون جایی کتاب درسی رو با هم دیگه بخونیم، همون جایی که داشت میگفت توبه کی رخ داده. این حالت وقتی رخ میدهد که اولا انسان از گناه پشیمون بشه و ثانیا قصد انجامش رو نداشته باشه. بله، پس زمانی که شما پشیمون بشید، زمانی که شما قصد تکرار نداشته باشید، اون موقع است که توبتون رخ داده. خیلی خوب، اینو تا اینجا نگه دار. اما یه سوال دیگه، غیر از این دوتا باید چی کار کنیم؟ همین دوتا کافیه؟ نه، همین دوتا کافی نیست. برگرد همون جایی که داشتیم می نوشتیم، مراحل تکمیلی هم وجود داره که گفتیم دوتاست. اولیا یادداشت کن، دوری از زمینه ها. بله، شما اولا باید خودتون رو از زمین سازهای گناه دور بکنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو باید دور بکنید از عواملی که شما رو تحریک میکنه برای انجام گناه. نمیشه که تو بگی آقا من میخوام توبه کنم، ولی با رفقایی بگردی که تو رو تحریک میکنن به انجام اون گناه. نمیشه که تو بگی آقا من میخوام توبه کنم، ولی در محلهایی حضور داشته باشی که تو رو ترغیب بکنه به انجام گناه. و دوم هم جبران حقوقه. دقیقاً، یعنی شما برای اینکه توبتون قابل قبول بشه، علاوه بر اینکه تصمیم میگیرید از امروز به بعد دیگه گناه نکنید، از امروز به قبل چی؟ اونم خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما تصور کن بگی آقا مثلا 3,000 میلیارد اختلاس بکنی، بعد بگی خب من توبه میکنم، واقعا پشیمونم، دیگه تکرار نمیکنم و من قول میدم از امروز به بعد دیگه اختلاس نکنم. ای خب اذیت میشی اینطوری که، اینطوری که خیلی سخت بهت میشه که. پس قبلی ها چی؟ میبینی؟ یعنی بدون جبران قبلی ها اصلا توبه بی تأثیر خواهد بود. شما اگر از امروز به بعد گناه نکنی، اوکی، از امروز به بعد دمت هم گرم، ولی از امروز به قبل اگر حقی بر ذمته باید ادا بکنی، وگرنه توبه توبه درستی نیست. بله، فقط خود این جبران حقوق رو دو قسمتش کن. بچه ها دو نوع حق وجود داره، یادتون باشه. ما حق الناس داریم، از اون بر حق الله داریم. دقیقاً،
یک سری حقوق متعلق به مردمه و یک سری حقوق متعلق به خداونده. حق الناس داریم و حق الله داریم. تازه خود حق الناس رو دو قسمت باید بکنیم. حق الناس مادی داریم و حق الناس معنوی داریم. بله، اینایی که دارم میگم سه صفحه کتابته ها. خوشگلی زمانی که بهت بگم آقا دیگه نمیخواد کتاب رو بخونی، اون قسمتاشو، همین نمودار کافیه. ها میبینی؟ پس حق الناس مادی داره، معنوی داره. یه وقت از پول یکی رو باید برگردونی، یه وقت از پای سر یکی حرف زدی آبروش رو ریختی. میبینی؟ بر همینه که میگن خیلی مهمه غیبت نکنی دیگه. چون اگر حق الناس معنوی بیفته به ذمت، تا نبخشتت هیچ کاری نمیتونی بکنی. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. بر همینه که بین مادی و معنوی میگن معنوی مهمتره، از اون ور بین حق الناس و حق الله میگن حق الناس مهمتره. یادتون باشه. خلاصه کلام دقت کن چی شد عزیز دل من. آقا من میخوام توبه کنم، طبق کلام امام باقر توبه کردن با صرف پشیمونی به وجود میاد. آره، ولی برای اینکه کامل بشه شما دیگه نباید گناهتو تکرار بکنی، یعنی تصمیم داشته باشی که نباید تکرار کنی. باید اون عوامل زمین ساز رو از خودت دور کنی و حقوقی هم که بر ذمت قرار گرفته باید ادا کنی، که داستان حقوق هم بهت گفتم. حق الناس داریم، حق الله داریم، حق الناس مادی داریم، حق الناس معنوی داریم. این چیزهایی که شما باید راجع به مراحل توبه بلد باشید. من به شما تا چند دقیقه دیگه زمان میدم که اینها رو اگر ناقص نوشتید کاملش کنید. فقط یه لحظه برو سراغ کتاب درسید، همون قسمت حقیقت توبه رو بیار. خب مراحل اصلی رو تو این صفحه گفته بود ها؟ برای کلام امام باقر زیرش خط بکشید که برای توبه کردن جا خالی کافیه، پشیمانی، حواست باشه. گوینده این حدیث به شدت برام مهمه که امام باقر هستن، شما هم حواستون باشه. بعد برو جلوتر در ارتباط با مراحل تکمیلیش، اونهایی هم که بهت گفتم و قشنگ دقت کن، نوشته مراحل تکمیلی توبه. بله، همون دوتاست که بهت گفتم، زیرش خط بکش. اولی چی بود؟ تلاش در جهت دور شدن از گناه. آره، یعنی اون زمین سازهای گناه رو از خودتون دور کنید. خط چهارم آخر خط گفته یعنی از افراد، مکانها و موقعیتهایی که میتواند زمین ساز باشد دوری کنید. دومیش هم که میگه جبران حق الله و حق الناس، که براتون کامل توضیح دادم و لازم نیست دیگه اینا رو بخونید، همون جدول براتون کفایت میکنه. فقط بیاین توی قسمت دسته دیگر حقوق مردم است که اینجا میاد حق الناس رو میگه، یه تیکه داره که دلم میخواد در رو کتاب بلد باشید. میگه اگر به آنها دسترسی نداشتیم، رنگ علت و معلولت رو بردار، زیر به آنها دسترسی نداریم یه خط بکش، یادداشت کن علت. آقا ما یه حق الناسی به گردنمونه، به اون کسی که مدیونیم بهش دسترسی نداریم، چیکار بکنیم؟ اگر به آنها دسترسی نداریم اون میشه علت، به نیابت از اونها صدقه بدیم، براشون دعای خیر بکنیم، براشون طلب آمرزش بکنیم. اینا رو یادداشت کن، معلول. بله، پس اگر به خود اون آدم دسترسی نداریم، به جاش باید این کارها رو انجام بدیم. بسیار عالی، برگرد همون جایی که بودیم، همون جایی که داشت راجع به حقیقت توبه صحبت میکرد. یه نکته هم راجع به پشیمونی بهتون بگم رفقای نازنین، برگردید همونجا. آقا ما گفتیم توبه با چی رخ میده؟ یکی پشیمونی بود و یکی هم عدم تکرار بود. بله،
از اون ور گفتیم که برای توبه کردن چی کافیه؟ پشیمونی. حالا بیا و زیر یعنی دور عبارت در دل یه دایره بکش. میگه همین که انسان، دو خط بالای حدیث امام باقر، همین که انسان بعد از انجام گناه در دل احساس پشیمانی کنه، یعنی تو دلش بگه که ای بابا چه اشتباهی کردم، این کارو کردم و دیگه تکرار نمی کنم، گناهش انجام شده. میگم گناهش، توبهش انجام شده. پاورقی بعدو نگاه کن، چنین انسانی واقعا در دل استغفرالله رو گفته. آره، پس لازم نیست اصلا چیزی به زبون بیاره، گرچه آن را بر زبان جاری نکرده باشه. پس رفقای نازنین، برای توبه کردن آداب خاصی نداری ما، الکی سختش نکن. همین که یه کار بدی رو انجام دادی، تو دل احساس پشیمونی بکنی، شیرینی اون گناه برات از بین بره، پیش خودت بگی که ای بابا من چه اشتباهی کردم، این کارو کردم، به قرآن دیگه تکرار نمی کنم، توبت اتفاق افتاده. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی توبه کردن با صرف پشیمونی محقق میشه. پشیمونی هم که قلبی باشه کفایت میکنه، لازم نیست زبانی باشه. حالا برعکس، اگر با زبان استغفرالله رو بگه ولی در قلبش پشیمون نشده باشه، یعنی یه تسبیح دستش بگیره هی بگه استغفرالله 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 استغفرالله، بعد 50-60 اصلا دیگه نبینه چی داره میگه، یعنی فقط صداشو در بیاره، اصلا نفهمه داره اصلا درست میگه یا نه. اگر این اتفاق بیفته، در قلبش پشیمون نشده، فقط علی ظاهر، فقط یعنی حسن فعلی داره ولی حسن فاعلی نداره، چنین کسی توبه نکرده. زیر چنین کسی توبه نکرده یه خط بکش. امام رضا یه حدیثی دارن، میگن کسی که اینطوریه خدا رو مسخره کرده، خدا رو مسخره کرده. یه حدیث از امام رضاست که حالا شما پس ذهن فقط داشته باشین، یعنی کسی که یادداشت کن فاقد حسن فاعلی است، آهان، این آدم در واقع خدا رو مسخره کرده، این آدم در واقع توبهش پذیرفته نخواهد بود. خیلی خوب، اینم شد تا اینجا. برگردیم همون صفحه اول. آقا جنبندی، توبه یعنی بازگشت، بازگشت از گناه به فرمانبرداری. ما توبه بکنیم خدا هم توبه میکنه، توبه خدا یعنی آمرزش، توبه خدا نتیجه توبه انسانه، توبه حاصلش میشه انقلاب علیه خود، انقلاب نفس اما نفس لوامه با رهبریت عقل علیه نفس اماره. از اون بر گفتیم برای اینکه توبه بکنیم پشیمون بشیم، پشیمانی قلبی تکرار نکنیم، در کنارش عوامل زمین سازو دور کنیم، حق الناس بعدش حق الله رو جبران بکنیم. این چیزهایی بود که تا اینجا من خدمت شما عرض کردم. ما حاصلش هم شد یه نمودار درختی خوشگل، هدیه من به هر کسی که داره این کلاس رو میبینه. عزیزای دل من، خوشگل یاد گرفتید؟ بله، لطف شماست مبینا جانم، ممنونم از محبتی که من دارید. حق الله همون حق اطاعت و بندگی. عزیز دل من، نماز قضا، روزه نگرفته، حق الله همون اطاعت و بندگیه، همونه عزیزم، قربونتون برم. من ممنونم از محبت همه بچه ها. آدم هم روش نمیشه اینا رو بخونه، هم ذوقشو داره که بخونه و من نمیدونم چیکار بکنم، ولی بدونید که من واقعا با خوندن اینایی که شما دارید مینویسید واقعا از تای دلم ذوق میکنم، اینو جدی میگم. دم همتون گرم. سری 5 دقیقه زمان دارید که تخته رو برای خودتون یادداشت بفرمایید. بعد از این 5 دقیقه میریم سراغ ادامه درس 7. تو این 5 دقیقه برای خودتون بنویسید، یه چایی، قهوه‌ای، دمنوشی، آب میوه، چیزی هم ریلکس بخورید، یه جونی بگیرید برای پارت بعدیمون. 5 دقیقه دیگه خدمتتون میرسم. فعلا یا علی.
خب رفقای نازنین همه لطفاً برگردن. همه خانوم ها و آقایون عزیز لطفاً برگردن. امیدوارم که انرژی ها دوباره جمع شده باشه، حال خوب به وجود اومده باشه و همه آماده برای اینکه بریم و پارت دوم کلاسمون رو پرقدرت، درست حسابی و باحال با همدیگه ببریم جلو. آقا ما تا اینجا راجع به چی با همدیگه گپ زده بودیم؟ تا اینجا راجع به توبه با همدیگه صحبت کردیم، راجع به معنای توبه، راجع به مفهوم توبه، راجع به مراحل توبه، راجع به مفهوم پشیمونی، راجع به همه این موارد با همدیگه صحبت کردیم. حالا الان در ادامه میخوایم تو همین فضای توبه بریم و صحبت کنیم و ببینیم که خود توبه با چه مکانیزمی قراره در ما یک سری تغییراتی رو به وجود بیاره. پس در ادامه بحثمون با هم دیگه حالا میخوایم بریم سراغ کارکرد توبه و ببینیم که توبه قراره چه بکنه با ما. خیلی خوب، پس لطفاً برگردید همون جایی که بودیم. بعد از مبحث حقیقت توبه حالا میریم سراغ توبه و پاکی. خب عرضم به حضور شما که داره میگه گناه آلودگی است، زیر آلودگی خط. توبه پاک شدن از آلودگیه، زیر پاک شدن از آلودگی خط. رفقا میگن توبه دو تا کار انجام میده، یک تخلیه، دو پیرایش. تخلیه یعنی چی؟ تخلیه یعنی گناهان رو از قلب خارج میکنه. پیرایش یعنی چی؟ یعنی قلب رو شستشو میده. بله توبه این دو تا کار رو انجام میده. آقا توبه گناهان رو از قلب میاره بیرون و قلب رو شستشو میده. این کارکرد توبه هستش. بله شما صفحه بعد بالای صفحه رو نگاه کن، حدیث امیرالمؤمنین، التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب. آقا توبه قلب رو پاک میکنه، توبه گناهان رو میشوره. سمت چپ این حدیث یادداشت بفرمایید، تخلیه و پیرایش توبه. بله تخلیه و پیرایش توبه. پس آقا توبه چیکار میکنه؟ توبه تخلیه میکنه، توبه پیرایش میکنه، توبه گناهان رو از قلب ما میاره بیرون، توبه قلبمون رو شستشو میده. خیلی خوب، حالا که این اتفاق میفته، حالا که توبه این کارها رو میکنه، حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که کسی که توبه کرده انگار اصلا گناه نکرده. شما صفحه قبل پایین صفحه رو نگاه کن، حدیث پیامبر، التائب من الذنب، یعنی کسی که توبه میکنه، که من مثل کسیه که لا ذنب، انگار اصلا توبه نکرده. تموم شد رفت. فهمیدی عزیز دلم؟ پس سمت چپ این حدیث یادداشت بکنید، نتیجه تخلیه و پیرایش توبه. بله چقدر نکتش هیجان انگیز شد. پس حدیث امام علی خود تخلیه پیرایشه، حدیث پیامبر نتیجه تخلیه و پیرایشه. خیلی نکتش خاصه، خیلی نکتش خاصه. یعنی رنگ علت و معلولت رو بردار، سمت راست حدیث پیامبر بنویس معلول، آهان، و سمت راست حدیث امام علی بنویس علت. به به از این نکته، به به از این نکته. این که بتونیم بین دو تا حدیث علت و معلول در بیاریم خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. آقا حدیث مولا کارکرد توبه رو دارن میگن، اون علته. حدیث پیامبر نتیجه اون کارکرد رو دارن میگن، اون معلوله.
حالا نتیجه کار کرد چی بود؟ لازنب. دقیقا، یعنی انگار اصلا شما گناه نکردی. چرا؟ آخه توبه، گناه ها رو از قلب تو برده بیرون، قلب تو شستشو داده، پس شما انگار اصلا گناه نکردی. خیلی خوب، حالا برو صفحه بعد، قسمت شماره دو رو نگاه کن. ما تا اینجا چی گفتیم؟ ما تا اینجا گفتیم توبه منفی ده شما رو میکنه صفر. بله بله، خودمون گفتیم. یعنی تا اینجا گفتیم کسی که گناه کرده اگر توبه بکنه، که گفتیم چجوری، شرایطش هم گفتیم، کسی که توبه بکنه حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که منفی دهش میشه صفر. بله، این آدم انگار اصلا گناه نکرده. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، اگر این توبه همراه بشه با ایمان و عمل صالح، دقت کن، اگر توبه همراه بشه با ایمان و عمل صالح حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که منفی ده شما میشه مثبت ده. یعنی نه تنها خدا گناه های شما رو پاک میکنه، بلکه گناهانتون رو به خوبی تبدیل میکنه. کی؟ زمانی که علاوه بر توبه شما ایمان و عمل صالح رو هم داشته باشید. بله، آقا شما توبه کردی؟ بله. حالا علاوه بر توبه، اگر ایمان آوردی، اگر عمل صالح انجام دادی، میکس اینا با هم دیگه باعث میشه که خدا بدیات رو به حسنات تبدیل میکنه. شما صفحه بعد شماره دو رو نگاه کن، قسمت سبز رنگش دقیقا آیهی که راجع به این موضوع رو گفته، کسی که بازگردد، زیر بازگردد یه خط بکش یادداشت کن توبه. دیگه والا به نظرم بهتر از من بلدید که توبه یعنی برگشت. در کنارش میگه ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. این دوتا رو زیرش یه خط بکش یادداشت کن، کمک کننده به تأثیر توبه. بله، کمک کننده به تأثیر توبه. پس کسی که بازگرده، کسی که ایمان بیاره، کسی که عمل صالح انجام بده، اینا رو با هم دیگه میکس کنیم، حاصلش چیه؟ با رنگ علت و معلول زیرش خط بکش، حاصلش میشه گناهاش رو به حسنات تبدیل میکنه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. سمت راست این یادداشت کن، معلول. بله، تموم شد رفت رفقای نازنینم. پس یادتون باشه فرمولو به خاطر بسپرید، توبه خالی نتیجه میدهد لازنب، انگار شما اصلا گناه نکردید. توبه به اضافه ایمان و عمل صالح نتیجه میدهد تبدیل شدن بدیها به خوبیها. علت این تبدیلم چی بود؟ توبه به اضافه ایمان به اضافه عمل صالح. خیلی خوب، همین صفحه شماره 3 رو نگاه کن. آقا توبه در جوانی آسون تره. خب زیر جوانی یه خط بکش به جا خالی میدن. و خدا توبه جوانان رو بسیار دوست داره. توبه جوانان رو یه خط بکش به شما جای خالی میدن. پیامبر میگه کسی محبوب تر از کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست. جوان توبه کار رو بهتون جا خالی میدن. اینو تا اینجا نگردار. حالا آقا دور محبوب تر یه دایره بکش. به به از این نکته، دور محبوب تر یه دایره بکش. عجب نکته ایه، عجب نکته ایه، عجب نکته ایه. به 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 از این نکته. اگر گفت محبوب ترین آدم نزد پیامبر کیه، میگید جوان توبه کار.
اینو تا اینجا داشته باش. ولی بیا شماره 5. اگر گفت محبوب ترین آدم نزد خدا کیه، میگید انسان بسیار توبه کننده یا همون تواب. به به از این نکته، به به از این نکته. یه بار فقط به کلماتش دقت کنید، اصلا الان به اون محتوای کاری نداشته باشید، فقط به کلماتش دقت کنید، ببینید فرقی که بین این دوتا وجود داره. اگر تو تست کنکور بیاد، ببین چند نفر میتونن جواب بدن، ببین چند نفر میتونن جواب بدن. آقا خیلی مهم شد، خیلی مهم شد. بذار بهت وقت میدم بنویسی یا نگران نباش، الان فقط گوش بده. اگر به تو بگه محبوب ترین نزد پیامبر کیه، فرق داره با این که بگه محبوب ترین نزد خدا کیه. یعنی من فکر میکنم از هر 1000 داوطلب شاید یک نفر به ارتباط این دوتا با هم دیگه دقت کرده باشه. محبوب ترین نزد پیامبر میشه جوان توبه کار. بله، محبوب ترین نزد خدا میشه انسان بسیار توبه کار. دقیقاً. آقا انسانی که خیلی توبه میکنه، آره اون محبوب ترین نزد خداه. حالا داستان چیه؟ یکی از بچه ها از من پرسید، گفت آقا اگر توبه کنیم بعد دوباره توبمونو بشکنیم چی؟ فدای سرت. اگر توبت واقعا توبه واقعی بوده، آهان، فدای سرت. 100 اگر توبه شکستی بازا. اگر توبت واقعا توبه واقعی بوده، فدای سرت. خیلی مطلب مهمیه ها، خیلی مطلب مهمیه. تمام حواس بده من، تمام حواستو بده من. ببین اون تایمی که داری توبه میکنی، اگر واقعا تو اون لحظه پشیمون باشی، اگر واقعا تو اون لحظه تصمیم بگیری که دیگه گناهت رو تکرار نکنی، توبه اتفاق افتاد. این بره کنار، حالا 2 بعد شیطان گولت زد و گناه کردی، باشه، بازا. میبینی خدا تنها کسیه که این دور رو هی ادامه میده با تو. آقا زمانی که توبه کردی معیار، واقعا خواستی خدا رو مسخره کنی، واقعا استغفرالله علکی بوده یا نه واقعا توبه به دلت بوده. اگر واقعا توبه به دلت بوده، تمام، قبول. حالا فرداش دوباره اون گناه کردی، عیبی نداره، بازا، دوباره توبه کن. میبینی؟ میبینی چرا این آدم برای خدا خیلی جذابه؟ چون خدا بهش ثابت میشه که از هر کسی که ناامید بشی، تنها تکیگاهت خداست. برای همین یه حس خیلی خفن خدا داره اینجا. خدا بهش ثابت میشه که دلت از هر جایی که گرفت، تنها کسی که دل بهش میدی خداست. آن همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. چون اینو به خدا میگی، اون وقت میشی محبوب ترین آدم نزد خدا. پس معیار ما فقط زمان توبه است ولا غیر. اگر زمان توبه از ته قلب داری توبه میکنی، تمام. اما اگر نه، از ته قلب نبود، اون وقت کل مستحزی به ربه، مثل کسی هستی که خدا رو مسخره کردی. تمام شد را. پس حواست باشه اینجایی که خدا میگه تکرار توبه اگر واقعی باشه، منظورشونه نه تنها به معنای جای خالی نیست، دور شدن از خدا، بلکه باعث یک، اینا جا خالیاش مهمه ها، محبوب شدن نزد خدا و 2 جلب رحمت خدا میشه. اینو حواستون باشه. آقا خدا کیا رو دوست داره؟ علامت بزن. 1 توابین، 2 مطهرین. این دوتا رو حواستون باشه. تواب بر وزن فعال دیگه، یعنی بسیار توبه کننده. یادت باشه، بسیار توبه کننده. اینو خیلی حواستون باشه. از اون نکات به قول معروف درست حسابی دین و زندگی بود. خیلی خوب،
بسیار عالی عزیزای دل من. اولا سری بر خودتون این صفحه قبل پایین صفحه رو بنویسید، بدوید. یه 30 ثانیه برای این وقت دارید و از اون برم یه 30 ثانیه برای نوشتن پایین این صفحه. این دوتا 30 ثانیه رو بنویسید تا با همدیگه بحثمون رو ببریم جلو. بدوید رفقای نازنینم. خیلی خوب، اینم تا اینجا. و اما بریم سراغ ادامه داستانمون. همین صفحه و شماره 1 رو دلم میخواد با همدیگه بررسی کنیم. میگه با توبه همه گناهان حتی شرک هم آمرزیده میشه. زیر همه گناهان یه خط، زیر حتی شرک هم یه خط.
بله آقا، با توبه همه گناهان آمرزیده میشه، نه فقط گناهان ساده، حتی شرک هم آمرزیده میشه. اینو از کجا باید متوجه بشیم؟ از دو خط پایانی این آیه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بله، خداوند همه گناهان رو میبخشه. با رنگ معمولیت دور جمیعا یه دایره بکش. آهان، سمت چپش یادداشت کن همه گناهان. جمیعا رو یادداشت کن همه گناهان. پس اولا این نکته رو که یادداشت کن، در قرآن گفته شده که خداوند همه گناهان رو میبخشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، خط اول آیش رو نگاه کن. قل یا عبادی الذین، میگه ای بندگان من که اسرفوا علی انفسهم. یعنی چی اسرفوا علی انفسهم؟ یعنی دیگه خیلی دیگه دارید ظلم میکنید به خودتون، یعنی دیگه خیلی دیگه دارید گناه میکنید، یعنی دیگه تو انجام گناه دارید دیگه اسراف میکنید. آن ای بندهای من که تو انجام گناه دیگه دارید اسراف میکنید. خب، ولی باز هم عیبی نداره، لا تقنطوا من رحمت الله، ولی باز هم از رحمت خدا ناامید نشید. زیر لا تقنطوا یه خط بکش. این که میگه ناامید نشوید، زیر لا تقنطوا یه خط بکش، سمت راستش یادداشت کن، طمع ز فیض کرامت مبر. طمع ز فیض کرامت مبر یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت از لطف و رحمت خداوند مایوس نشو. طمع ز فیض کرامت مبر. اینم یادتون باشه. پس اینجا داره راجع به ناامید نشدنه با ما صحبت میکنه. حالا میدونید جذابیتش چیه؟ اینکه دقیقاً اون روی سکه شیطانه دیگه. یعنی خدا از این ور داره میگه آقا من به تو دارم میگم دیگه، من دارم میگم هیچ وقت از رحمت من ناامید نشو. از اون ور شیطان چیکار میکنه؟ شیطان در مقابل ما رو تحریک میکنه به انجام گناه، و وقتی گناه میکنیم میگه دیگه هیچ شانسی برای توبه کردنت وجود نداره. میبینی؟ یعنی شیطان از اون ور حیله اولش دقیقا اینه که ما رو از رحمت خدا ناامید کنه، از اون ور خدا داره میگه آقا از رحمت من ناامید نشو. پس این آیه دقیقا در مقابل حیله اول شیطانه. پس سمت راست این دوتا خط اول آیه بنویسید در پاسخ به حیله اول شیطان. آهان، در پاسخ به حیله اول شیطان. آها، حالا برو جلو. بعد از بیشتر بدانید که حیله های شیطان شروع میشه، زیر حیله اول یه خط بکش، ناامید کردن از رحمت خداوند. میبینی مطالبش چقدر با هم دیگه کانکته؟ پس تو اون آیه داشت میگفت لا تقنطوا من رحمت الله، اینجا میاد شیطان اولین حیلش اینه که آقا از رحمت خدا مایوس شو. شیطان چجوری این کارو میکنه؟ ببین، اول به انسان میگه گناه کن، حالا ایشالله بعدن توبه میکنی. حالا یه دونه که عیبی نداره که. بعد که گناه کردی بهت میگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. میبینی؟ چه 5 گرم چه 50 کیلو. آب که از سر گذشت چه 1 وجب چه 100 وجب. اینو یادداشت کن، حیله اول شیطان.
میبینی؟ پس حیله اول شیطان چیه؟ اینکه شما رو اول تحریکت میکنه به گناه، بعد خودش میگه که آقا دیگه فرصت برای توبه نیست، تو که لوحت سیاه شد، پس کلن بلش کن دیگه، برو گناهتو انجام بده، قالو بکن دیگه. این حیله اول شیطانه. حالا ما در جواب چی میگیم؟ بازا هرانچه هستی بازا، یعنی حتی اگر اسرفو علی انفسهم هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. خدا همه گناهان رو در واقع می آمرزه. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. لا تقنطوا من رحمت الله، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یعنی دقیقاً میاد میگه این جمله، این دو بیت دقیقاً پاسخ به حیله اول شیطانه. بله، پاسخ به حیله اول شیطان دقیقاً. متوجه شدی؟ پس فقط برای این دو بیت اون یتی که از اون آیه هرم یادداشت کن، لا تقنطوا من رحمت الله. بله، لا تقنطوا من رحمت الله، طمع ز فیض کرامت مبر. خیلی خوب. آقا من تو حرفام هی دارم میگم حیله اول. مگه ترتیب مهمه؟ بله، برای طراح کنکور ترتیب مهمه. پس برگرد صفحه قبل، جلوی حیله های شیطان بنویس ترتیب مهم. یادداشت کن، ترتیب مهم. یعنی مهمه که بدونی حیله اول چیه، حیله دوم چیه، حیله سوم چیه. ما تو این جلسه با هم دیگه حیله اولو کار کردیم. طمع ز فیض کرامت مبر، ولی شیطان در مقابلش داره میگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. خدا در مقابل میگه لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت از اینکه خدا توبتو میبخشه ناامید نشو. خلاص، اینم شد یه بحث خوشگل و مرتب در ارتباط با حدود 3/4 درس 7. تا حالا ایشالله جلسه بعد بحثمون رو با همدیگه ادامه خواهیم داد. رفقای نازنین خسته نباشید. چطور بود مطلب؟ به دلتون نشست؟ بله؟ بسیار عالی. ممنونم از محمد امین نازنینم، مرسی از خانوم راضیه رحیمزاده، به 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 انرژی مثبت امیر حسین، ماشاءالله به عرفان سالاری، همه بچه ها به به. ترم 2 دین و زندگی سال 12 مرجعمون رو کتاب قرار بدیم که به اهداف دوگانمون برسیم. چرا؟ حتما برنامه هم حتما میدیم مثل هفته قبل، و برنامه همون رو اجازه بفرمایید که در اینستاگراممون اعلام بکنیم. اینستاگرام اصلی ای فروغی نیا، ای اف او آر او یو جی اچ آی نیا. حتما اونجا برنامه هم براتون ارسال خواهد شد، برنامه مطالعاتی که چجوری بخونیم و چی بخونیم و چی کار بکنیم. خیلی خوب رفقای نازنین، بچه‌ای که اینستاگرام ندارن توی تلگرام، کانال تلگرامیمون دینی 300 DINI 300 هم که با عدد. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم رفقای نازنین، دمتون گرم، باعث افتخار بود در کنار شما بودن. و در حدود فکر میکنم حدود 80 دقیقه‌ای که درس دادیم، یه حال مثبت، انرژی خوب. من که والا برای ادامه کلاسام توی امروز و امشب انرژی گرفتم. امیدوارم شما هم که حالتون خوب باشه. قربونتون برم من، یا علی قربونتون برم من، دم همتون گرم، خیلی زیاد دوستتون دارم. خدا نگهدار. ان شاء الله تا هفته بعد سه شنبه رأس ساعت 6. یا علی.